سلام. موج انتخابات آمریکا. مجاهد کاکر، چهره آشنا در جهان خبررسانی افغانستان و رئیس پیشین تلو نیوز، به علت بیماری سرطان خون در شهر آخن آلمان درگذشت. مجاهد کاکر از خبرنگارانی بود که بسیاری از شهروندان کشور با صدا و سیمای او آشنا هستند و برای سالها در بازتاب آواز مردم از پرده های تلویزیون و تحقق آزادی بیان کار کرد. امروز با درگذشت مجاهد کاکر، رئیس پیشین تلو نیوز، خانواده رسانه های افغانستان سوگوار است. مجاهد کاکر، رئیس پیشین تلو نیوز، از پاکترین، باوجدانترین و بیطرفترین خبرنگاران کشور بود. مجاهد کاکر، بنیادگذار تلو نیوز، پایه های خبرنگاری حرفه‌ای و نوین را در کشور گذاشت و در نهادینه ساختن و توسعه آزادی رسانه ها و آزادی بیان نقش برجسته ای داشت. روحت شاد و یادت گرامی باد. آقای کاکر در سال 2005 به تلو پیوست و در بخش های گوناگون از ترجمه خبرها و گویندگی گرفته تا برنامه های سیاسی در این تلویزیون کار کرد. پس از ایجاد تلو نیوز در سال 2009 به حیث رئیس این شبکه همچون عضو تازه گروه رسانه‌ای موبی کارش را ادامه داد. مجاهد کاکر یکی از محبوب ترین خبرنگارای افغانستان به شمار می رفت. کاکر صاحب در تأسیس تلو نیوز رول کلیدی را بازی کرده بود در سال 2010 و همچنان شخصیت کاکر صاحب بی بدیل است و شخصیت افغانستان دوست بود، رفیق خوب بود، دوست خوب بود. مجاهد کاکر توانست در کار رسانه‌ای ثابت بسازد که بی‌طرفی، اطلاع رسانی آزاد و چرخش آزاد معلومات در افغانستان نه تنها ممکن است، بل زمینه‌های بسیار زیاد شکوفایی و بالندگی دارد. آقای کاکر ده ها برنامه سیاسی را گردانندگی کرد. جامعه خبرنگاری مرگ آقای کاکر را ضایعه بزرگ به این خانواده می دانند. مجاهد کاکر نخستین مناظره تلویزیونی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را در تاریخ رسانه های کشور در سال 2009 در تلو نیوز میزبانی کرد. پشت کار داشتن و یکی از مواردی که تلو امروز به این برجستگی رسیده، ما فکر میکنم برایند کار مرحوم کاکر است. خدا روحشان شاد داشته باشه. کاکر صاحب در کار عملی پابند به ارزش‌ها و اصول واقعی خبرنگاری بود. وی در کار روزنامه‌نگاری از خود کارنامه‌های درخشانی را بر جا گذاشت. مرگ آقای کاکر با واکنش‌های بسیار روبرو شده است. از این میان رئیس جمهور غنی و عبدالله با ابراز تأسف از درگذشت آقای کاکر، مرگ او را ضایعه بزرگ می‌دانند. مجاهد کاکر در حدود 50 سال داشت. او عروسی کرده بود و از او دو پسر بر جا مانده است. هغه چا په یاد ځانګړي خبرونه لرو چې له همدې سټوډیو د افغانستان د خلکو رساغږو کلونه کلونه. د تلو نیوز بنسټګر او پخوانی رئیس مجاهد کاکړ نن په جرمني کې د سرطان ناروغۍ له کبله ومړ. د ښاغلي کاکړ کورنۍ په یو پیغام کې لیکلي چې نن د 1999 کال د غوی یا سور پر 15مه چې د 2000 میلادي کال د می میاشتې څلورمه کېږي، ښاغلی کاکړ په جرمني کې د سرطان ناروغۍ له کبله چې کلونه یې وکړه و وفات شو. د ارواښاد کاکړ کورنۍ او خپلوان و خپل پیغام کې دا هم لیکلي چې د کرونا وایرس له کبله به د ارواښاد کاکړ فاتحه په یو بل مناسب وخت کې واخیستل شي. د ارواښاد کاکړ کورنۍ د ټولو غم شریکۍ ته مننه او کورودانه ویلې. ولسمشر محمد اشرف غنی د ارواښاد کاکړ د مړینې له کبله پیغام خپور کړی. د ارګ په رسمي ټویټر پاڼه کې د ولسمشر غنی پیغام کې لیکل شوي چې ښاغلی کاکړ یو ژمن خبریال او د سیاسي پروګرامونو نموته کوربه و. د رسنیو او فرهنګ برخو کې د ارواښاد چوپړ د ستاینې دی. د ولسمشر غنی پیغام کې لیکل شوي چې د ارواښاد کاکړ مړینه د افغانستان لپاره لویه ضایعه ده او کورنۍ سره یې خواخوږي کوي.
خاغلی ډاکټر عبدالله عبدالله هم د خپل خواخوږي پیغام خپور کړی، همداشان ځینو نورو چارواکو او خبریالانو رسنیو د خواله رسنیو کارونکو د خاغلی کاکړ په مړینه ژوره خواشیني ښودلې. د خپرونې په پیل کې د طلوع نیوز مرستیال مشر خاغلی خپلواک ساپه استودیو ته وصل له ساپه صاحب خپرون ته ښه راغلاست. مهرباني وکړئ تاسې د طلوع نیوز په استازیتوب در وخت کاکړ د مړینې په تړاو خپل پیغام وایئ. په ډېر خوشنۍ سره چې د موبی د کورنۍ او دا ډول د افغانستان د ژورنالیزم د کورنۍ ډېر مخکښ او مهذب غړی نن متاسفانه زموږ له جمع نه جدا شو. د خدای بخښلي مجاهد کاکړ د مرګ خبر نن مازیګر البته د موبی کورنۍ ته راورسېده او دا زموږ لپاره یوه ډېره له خواشنۍ نه ډکه خبره وه. تاسو ټول د افغانستان خلک تقریبا د افغانستان د ژورنالیزم د معاصرې کورنۍ ټول غړي په دې پوهېږي چې خدای بخښلی مجاهد د افغانستان له خورا غښتلو او مخکښو ژورنالیستانو له ډلې وو. دوی د بیان د ازادۍ د ازادو رسنیو د پرمختیا او غوړېدا په برخه کې د 2015 کال راهیسې بیا تر دا اوسه په فعال ډول خپل نقش او رول لوبولې او په ډېر خوشنۍ سره چې تقریبا له 13-15 کلونو راهیسې دوی د سرطان د ناروغۍ له کبله د هیواد نه بهر په جرمني کې تر درملنې لاندې وو، خو پایله او نتیجه همدا شوه چې متاسفانه د نن زموږ له منځه جدا شو او له موږ سره نور نشته. بلې، د طلوع نیوز په ځایګي کې د طلوع نیوز په موقف او مقام کې د ښاغلي کاکړ نقش څه و چې اوس طلوع نیوز په افغانستان کې یا د سیمې په کچه هیوادونو کې یو خاص ځای لري، یو باوري سرچینه د خلکو ته د خبر رسونې برخه؟ دا تقریبا د خبری تلویزیونی چینلونو په ډګر کې طلوع نیوز په افغانستان کې لومړنی چینل و، او د دې ویاړ او افتخار د دې د پرانستاو غوړېدا تقریبا تر ډېره مجاهد کاکړ ته ورګرځي. دوی په اول سر کې له طلوع سره یو ځای شول، د طلوع د خبری او سیاسي برخې مشري کوله، او وروسته بیا د طلوع نیوز د رامنځته کېدو په برخه کې په خپله دی لومړی کس و، د دوی تر رهنمایۍ لاندې او د دوی د هڅو په نتیجه کې طلوع نیوز رامنځته شو، او نن د طلوع نیوز ځای او مقام هر څه چې دی په هغې کې د مجاهد کاکړ ځای موقف د هغوی هڅې د هغوی زحمتونه او کارونه چې کړي دي دا ټولو ته معلوم دي. تقریبا داسې یو څه نه دي چې د خلکو له نظره پټ پاتې شي. ډېر اوچت ځای لرده، ډېره خواري یې ویستلې وه، ډېر زحمت یې ګاللی، او نن که طلوع نیوز په کوم ځای کې دی نو د دوی اساس او د دې هغه ټول لومړني کارونه ټول مجاهد کاکړ په خپلو لاسونو او په خپلو هڅو سره تنظیم کړي وو. سید ښاغلي کاکړ شخصیت او کار په اړه ستاسې خاطرې څه دي؟ ستاسې د ګډ کار تجربې څه دي؟ مجاهد کاکړ خو البته د ژورنالیزم په ډګر کې او د بیان د ازادۍ په ډګر کې د ازادو رسنیو په ډګر کې د هغوی هڅې او کارونه دا خو د هغه د شخصیت یو بود دی. له دې نه سوا دی یو ډېر اجتماعي د ښو اخلاقو خاوند او ډېر یو مهذب انسان و. زما د هغوی سره شناخت خو تقریبا ډېر مخکې نه و، کله چې د افغانستان د ازادو رسنیو ډګر ته راغی هغه وخت زه بي بي سي کې وم. د هغې نه علاوه د ده د پېژندګلو یوه ډېره ښه تجربه له موږ سره یو ګډ سفر و تقریبا 2013 کال کې براسلز کې د ناټو یوه غونډه وه، په هغې کې سره و او هلته څو ورځې موږ په یو ځای سره پاتې شو. نو د دوی نه زما شناخت بیخي زه تقریبا د دوی د شخصیت نه ډېر زیات متاثر شوم. په هغه وخت کې دی ډېر یو د نیکو اخلاقو خاوند سړی و، ډېر به گذشته و، ډېر یو خدمتګار انسان و، او تقریبا ټول هغه دوستان هغوی چې شناخت لري د مجاهد سره شناخت درلوده، ناسته پاسه درلوده، ټول په یوه خوله په دې معتقد او معترف دي چې دی د ډېرو اوچتو اخلاقو خاوند و. بلې، غبرګونونه ډېر زیات راغلي، د ولسمشر غني نه نیولې تر ښاغلي عبدالله، نورو سیاستوالو، خبریالانو، رسنیو، عامو خلکو، د خواله رسنیو کارونکو ټولو ژوره خواشیني ښودلې در وخت کاکړ په مړینه. دا ښایي چې ښاغلی کاکړ
د هر چا په زړه کې ځای درلود، بیپاری او مسلکی چلن یې کاوه. د مجاهد کاکړ د شخصیت په دغه کې خو هیڅ د شک ځای نشته. دا په یقیني ډول یوه لویه ضایع ده، یوه ډېره لویه ضایع ده. او د دوی هغه هلې ځلې، د دوی زحمتونه چې دوی د افغانستان د معاصر ژورنالیزم او د آزادو رسنیو د بیان د ازادۍ په ډګر کې کړی دی، تقریبا دغه ټول کسان د دوی د سترګو په وړاندې د هر څه تیر شوي دي. نو په دې کې شک نشته چې د ده تاثر او د دغه پیښې اثرات اغیز دا په ټول شدی او ټول په یقیني ډول دې ته به غبرګون ښیي، په دې باندې خواشینی دي. تقریبا د اول سر نه چې دا خبر لیدلی په ټولنیزو رسنیو کې ډېر پراخ غبرګون دې ته را روان دی. ټول په دې ډېر زیات خفه دي او د دې ځای ډکول د افغانستان په ژورنالیزم کې برېښم یو ستونزمنه چاره ده. ډېره زیاته مننه د تلو نیوز مرستیال مشر خپلواک ساپه. درانو لیدونکو، دغه شیبه د پخوانی ولسمشر لومړی مرستیال محمد یونس قانونی د ټلیفون له لارې خبرونه ته یوځای شوې. آقای قانونی، خوش آمدین به برنامه. بفرمایئ شما تاثیر خود در باره وفات آقای مجاهد کاکر بفرمایئ بگوین. بسیار زیاد تشکر. ما ابتدا خبر وفات و درگذشت آقای مجاهد را نه تنها به خانواده نجیبشان که به خانواده بزرگشان که خانواده ژورنالیزم، رسانه و خبرنگاری هست و به کل ملت افغانستان تسلیت عرض میکنم. نام آشنای آقای مجاهد و هیچ کسی پوشیده نیست. یکی از ژورنالیستای مسلکی با دانش، با تخصص، شجاع، بی‌طرف، واقع‌بین، با جرأتی که همیشه سیاسیون افغانستان، مردم افغانستان با گردانندگی و با تخصص و ابتکار از آشنایی دارند. ما یک عمر را با اینا همکاری های به اصطلاح مدواتی با هم داشتیم، میشناختم. یک شخصیت عزیز، صمیمی و در این حال یک ژورنالیست واقع‌بین و شجاعی که هیچ وقت مسلک و حرفی خود را قربانی عواطف سیاسی و شخصی خود نساخت. بارها در تلویزیون طلوع، چه در مدیریت تلویزیون طلوع، چه در گردانندگی برنامه ها و برنامه های داغ صبح‌های بله. شما از شناخت شخصی با آقای کاکر بگوین و از خاطرات شما با آقای کاکر بفرمایید. بارها ما با همراه آقای کاکر در مصاحبه ها، در برنامه ها شرکت داشتیم، صحبت داشتیم. همیشه مراجعه میکردن در مسائل مهم روز، نظر میخواستن، صحبت میکردن. و جالب است که این بود که ادبشان، اخلاقشان، تواضعشان، امانتداریشان در انعکاس اخبار و حفظ بی‌طرفیشان جدا از عواطف و تمایلات شخصیشان چیزایی بود که جزی از شخصیت آقای مجاهد را تشکیل می‌داد. از این لحاظ من بهترین خاطرات از ایشان دارم. بله، در مورد متحد شدن مردم از طریق رسانه‌ها در این باره جایگاه و تلاش‌های آقای کاکر در موردش معلومات شما و همچنان جایگاه اونا در متحد ساختن مردم از طریق تلویزیون طلوع نیوز. ما شاهد هستم که گاه‌گاه با توجه به و موازی با گرم و سرد شدن حوادث سیاسی و خصوصا دامن زدن مسائل قومی، آقای کاکر یکی از جمله ژورنالیست‌های عزیزی بود که همیشه برای فروکش ساختن این موج به اصطلاح منفی تلاش میکردن، بر همبستگی ملی و ایجاد یک تفاهم معقول بین سیاسیون و صاحب نظرات تلاش میکردن. بله، بسیار تشکر آقای قانونی، سلامت باشه. بسیار زیاد تشکر. درنو لیدونکو، د پخوانی ولسمشر، پخوانی لومړی مرستیال محمد یونس قانونی و چې در وخت کاکړ د ژوند شخصیت او دغه د مسلکي کار په تړاوي خپل نظر شریکاو. دغه شیبه د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په استازیتوب صدیق الله توحیدی ستودیو ته وصل شوی. توحیدی صاحب، ښه راغلاست. د خبریالانو یا د رسنیو لپاره د ښاغلي کاکړ مړینه څومره یو دردونکې خبر ده؟ حضور آقای کاکر در رسانه‌های افغانستان به ویژه در طلوع نیوز نشان داد که جوانان متعهد به آزادی بیان و آزادی رسانه هستند که
بدون از هر حب و بغض صادقانه و غیر جانبدارانه عمل میکنن. آقای کاکل دارای شخصیت بسیار بزرگ اخلاقی و همچنان مسلکی بود که متاسفانه خانواده رسانه افغانستان از حضورشان بی‌بهره شد. بله، شناخت شخصی شما آقای توحیدی از کاکر صاحب چگونه بود؟ آقای کاکر که تازه بلو پیوست از روزای اول از دوستان و از نزدیکان ما بود و پیوسته ما رفت آمد داشتیم. در بسیاری از موارد آدم بسیار دلسوز بود، خصوصا در زمینه تصویب قانون رسانه‌ای و دفاع از آزادی بیان و آزادی رسانه ها. مرد ثابت قدمی بود که همیشه در کنار ما بود و از دایه خبرنگاران و روزنامه‌نگاران دفاع میکرد و در بدترین شرایط سخت هم یک قدم از آنچه که مسلک و اصول ژورنالیسم ایجاب میکرد عقب نشینی نکرد. ما خاطرات بسیار خوشی از آقای کاکر ازم در زمینه کار مسلکی هم در زمینه زندگی شخصی داریم. بله، سالها آقای کاکر از بیماری سرطان رنج میکشید. حمایت خبرنگارا و حکومت در این مورد قابل طرح و قابل بحث بود؟ مدتی که در آلمان تحت تداوی بود ما هم خبرگیری میکردیم و وقتی که از شفاخانه خارج شد وضع بهتری داشت، فکر میکردیم که انشاءالله خطر رفع شده، اما متاسفانه بار دیگر با حمله که سرطان داشت آقای کاکل رفتن. اما به هر حال خانواده رسانه‌های افغانستان، رسانه‌های افغانستان، حکومت افغانستان، مردم افغانستان قرضدار و دیندار آقای کاکل هستند که به هر حال کاری اگر بیشتر انجام نمی‌شد حداقل خبرگیری مداوم می بود، پیوسته تماس برقرار می بود که در بسیاری از حالات متاسفانه چنین نبود. با وجود که می دانستیم سرطان بیماری لاعلاج است، اما از دست دادن مرد مبارز چون آقای کاکل هم کار آسانی نبود. بله، خاقلی کاکل در ژورنالیزم پردگر که در دیر و نوختون و ابتکارون و بنسدگر و لومرانی که غلط نکم لومرانی در ولسمشری تاکن و تلویزیونی مناظره کوربتو بیو کرد، در غصی در نور و دیر و پروگرامونو یعنی نوختی چمره دستاینی و در بسیاری از موارد آقای کاکر آدم مبتکر بودند. در برنامه های سیاسی، در خود نیوز و خبر و همچنان در چگونگی ارائه برنامه های سیاسی آدم بسیار مبتکر بودند و آدم بسیار توانا بودند. توانست که در مدتی که کار کردن چون ستاره بزرخشن و بسیاری از رسانه ها بعد از آقای کاکر فرا گرفتند که چگونه برنامه سیاسی را پیش ببرند و چگونه برنامه داشته باشند. آقای کاکر رهگشای بسیار خوبی برای خبرنگاران و گردانندگان بعد از خودش خواهد بود. آقای کاکر دارای یک شخصیت بسیار بزرگ اخلاقی بود که به هیچ وجه منتسب نبود به هیچ گروه، به هیچ جریان، اما پیوسته حقایق را ارائه میکرد و در ارائه حقایق نه حراس داشت و نه تطمیش. آقای کاکر نشان داد که بلی. افغانستان کشوری است که رسانه های آزاد میتونن کار کنند، میتونن به بالندگی و شکوفایی برسند و این مسئله را آقای کاکر یو خود محتوا لارخه چې د ځینو پروګرامونو بنسټ یې کیښود هغه وچلیدل خپله خبریالانو لپاره ژورنالیستانو لپاره د ده کارونه د ده شخصیت څومره یو ښه الګو ده. کار آقای کاکر که من از نزدیک دیده بودم، خداوند مغفرتشان کنه، واقعا به عنوان یک معلم بیشتر عمل میکردن با خبرنگاران و با بخش خبر طلوع نیوز و همچنان قبل از او در بخش سیاسی طلوع و خبر طلوع که نشان میداد چقدر خبرنگاران شیفته شخصیت کاری و شخصیت اخلاقی آقای کاکر هستند. در ارائه خبر، شیفتگی، حفظ بی‌طرفی و سلامت معلوماتی را که به مخاطبان میرسان آقای کاکر کار بسیار بزرگی را انجام دادند و به عنوان یک الگو و نماد همیشه
یاد خواهند شد و یادشان زنده خواهند. آخ مخاطبینو تا ده پروگرامونو وړاندې کول چې همې په دري همې په پښتو کولی شول پروګرامونه په ډېرې اسانۍ مخته یوسي، نو له دې لحاظ هم هر مخاطب ته ځان رسولی شو. به همین خاطر همه هست که بله. محبوبیت آقای کاکر در تمام سطوح جامعه محسوس است. آقای کاکر هم به زبان پشتو بسیار خوب مسلط بود، بله. هم به زبان دری بسیار خوب مسلط بود و هم ارائه برنامه‌هاش و چگونگی برخوردش با مخاطبان و با مهمانان یک الگوی بسیار خوب برای گردانندگان خواهد بود و همچنان برای دوستانی که برنامه‌های سیاسی می‌سازند یا در تلویزیون ها کار میکنن. آقای پاکر دین بسیار بزرگ برگردن خانواده رسانه‌های افغانستان دارد و آقای پاکر نشان داد که کار بسیار خوب بستگی به این ندارد که حتما کسی به خارج از افغانستان باشد، میتوانند در کابل کار بهتر انجام. صحیح. او رسانه یو نقش خپل د ټولنې په جوړښت کې یا د ټولنې په اصلاح کې ډیر زیات مهم دی. ورسته یو کلمه کې چې ښاغلی کاکړ د طلوع نیوز مشر و د پروګرامونو کوربه و، خپل د ټولنې او د جامعې په یو شکل عامه پوهاوي کې د ټولنې په لا پخېدو کې د نقش څومره برجسته و؟ اړیکه پرې شوه له ښاغلي توحیدي سره د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې. مهرباني وکړئ توحیدي صاحب، مهرباني وکړئ دوام ورکړئ. ما غوښتل چې د ټولنې په سمون کې یا د خلکو د عامه پوهاوي په برخه کې چې رسنۍ او نقش ډېر مهم دی، بیا په دې کې د ښاغلي کاکړ نقش څومره برجسته و؟ شما میدانین که رسانه های آزاد افغانستان بعد از سال 2001 آهسته آهسته به بالندگی رسید و در این میشتو نیوز بسیار برجسته بود که تمام این افتخارات برمیگرده با کار پیگیر آقای کاکل در تلویزیون طلوع و همچنان طلوع نیوز. آقای کاکل متعهد به اتحاد مردم، متعهد به انسجام مردم، متعهد به یک پارچگی مردم بود و ایره خودشان نشان داده بودند که چگونه از خوب و بغضای مرسوم در افغانستان مبرا هستند. همین خاطر برنامه هایی که راه می کردن بحث مردم همیشه دستور کارشان بود که مردم چگونه انسجام پیدا کنند، چگونه به وحدت و یک پارچگی برسند و چگونه قانون در افغانستان تطبیق شود و نباید هیچ خبری از دید و از خان مردم مکتوم گذاشت. بسیار تشکر آقای توحیدی، زنده باشین. درنو لیدونکو غبرګونونه لا هم روان دي. د ارواښاد کاکړ د مړینې په عکس العمل کې پخواني ولسمشر حامد کرزي غبرګون ښودلی، پخواني د بهرنیو چارو پخواني وزیر ډاکټر رنګین دادفر سپانتا، د کورنیو چارو پخواني وزیر وایس محمد برمک، داشان دو مشران جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار، ګڼو نورو چارواکو سیاستوالو د ښاغلي کاکړ په مړینه ژوره خواشیني ښودلې او د مړینه یې د رسنیو لپاره او د افغانستان لپاره لویه ځای یاده کړې. او درنو لیدونکو همدا شیبه د زموږ ټلو نیوز یو بل استودیو نه لیکوال او خبریال فقیر محمد میوان هم استودیو ته وصل شوی. میوان صاحب ښه راغلاست خپرونې ته. تاسې د ښاغلي کاکړ د شخصیت کار په اړه څه خاطرې لرئ؟ مهرباني. قربان شما، واقعا دردنده است. واقعا وقتی که یکی از عزیزایت وقتی که یک شمع تابانه، وقتی که یک مرد شجاع و سترگه، وقتی که یک مرد مسلکی را، وقتی که یک مرد که متحد است برای آینده افغانستان، برای فردای افغانستان، که هر روز هر شب چی از طریق رادیو و چی از طریق تلویزیون است صدای رسای خود بلند میکنه، با نرم ها و پرنسیپ های ژورنالیستیکی برنامه را برای ما رد بدل میکنم و در ساختار یک تلویزیون بلی. که تازه قدم های اول خودم میمانه، تازه قوت میگره، تازه پایه استیشنش سرکوی آسمایی مستکمتر میشه و امروز در بین ما نیست و این یک درد است و این درد
من فکر میکنم که تمام کسایی که به خاطر ژورنالیسم، به خاطر آزادی مطبوعات، به خاطر آزادی بیان میتپن، چی وزیرا هست، چی رئیسا هست، چی آمرین است، چی گارد امنیتی دان دروازه رادیو تلویزیون طلوع هست، همشان نبود آقای کاکل ارجمند خود احساس میکنیم. ما هر روز ستاره ها را از دست میتیم. اگر ستاره های ما در نیروهای امنیتی است، اگر سفید پوش های ماست و اگر ژورنالیست های ماست، شما میبینین که هر روز ما ستاره ها را از دست میتیم. اما برای ما امروز دو مطلب اساسی در وجود آقای کاکل که هست میخواییم برای شما پیشکش بکنم. میروانیوک و من آقای کاکل از نزدیک ندیده بودم، اما من تصویرش صحبتایش از او طرف دنیایانی از بریتانیا میدیدم که آقا چقدر جسور و توانمند است. حرف اولم، آقایی که سراپایش اخلاق ژورنالیستیکی میبارید، سراپایش سوز داشت، عاطفه داشت و نوآوری و ابتکار داشت، به خاطر رسانه های افغانستان که آیستایست قدم های اول خود میمانه و امی است که امروز در تمام کنفرانس های بین المللی جایگاه و نقش ژورنالیسم افغانستان در سر خط تمام کمک های جامعه بین المللی قرار داره، که از برکت آقای کاکل و دوستا و عزیزای آقای کاکل در تلویزیون طلوع و تلویزیون های دیگه هست. آقای کاکل یک آدم امید، خوش اخلاق و از همه کده شیوه زبان و شیوه میاری زبانش آراسته بود، امو قسم در زبان و ادبیات پشتو و امو قسم به زبان و ادبیات دری یا فارسی. این یکی از برازندگی هاش بود. تشکر آقای مامان، دوباره به شما برمیگردم. بله بیرته به تستره و گرزم خواهی مامان درنولی دون که هم یاده مکم. هم خراغ لاستر امیدون که تاسیل طلوع نیوز نپ جوانده بنا در وقت مجاید کاکل در افات لکابل زنگری خبرونه وینه چه خاقل کاکل در طلوع نیوز بخوانه مشر در سیاسی پروگرامونو کوربا او نموت وطل جورنالیست در افغانستان چه نن پا جرمنی که در سرطان ناروغی لکابل عمر خاقل کاکل شاوخوا 50 کال عمر درلود او دو اولادونه دی. در خاقلی کاکر در جوان شخصیت او کار پرده بحث دوام ورکو در لیکوال و خبریال خاقلی میوان سره. بفرمایید آقای میوان، ادامه عرفه شما رو میشنویم. بله تشکر. دومین مطلب یا دومین برازندگی که در وجود آقای کاکل بود مدیریتش بود. مدیریت یکی از بحثایی که در یک رسانه مهم است، شاید وسایل تکنیکی بسیار مهم باشد، شاید داشتن کادرایی که بتونه برنامه را پیش ببره بسیار مهم باشد که بدون شک مهم است، اما مدیریت یک رسانه کار ساده نیست. هر کس نمیتونه یک رسانه را مدیریت بکنه، بخصوص در یک کشور جنگ زده مثل افغانستان. ما میدیدیم از مدتی که پس آمدم دوباره از بریتانیا به کابل، دیدم که آقای کاکل میخواهد که ژورنالیسم مسلکی را و پروفشنال در افغانستان بیاره، جاگزین بکنه، به این مفهوم که میخواست یکی از ژورنالیست‌ها یا گزارشگرش مخصوص نیروهای امنیتی باشه، یکی از ژورنالیست‌هاش مخصوص پارلمان افغانستان باشه یا ریاست جمهوری باشه یا ریاست اجرایه و عمیق قسم وزارت خارجه و وزارتخانه‌های دیگه، که با تأسف بگویم که کمتر در رسانه‌های ما عمیق رقم ژورنالیست های ما تخصصی هستند. آقای کاکل، دوست نازنین ما که امروز در بین ما نیست، بگویم که ای آقا زیاد تلاش میکرد که ژورنالیست های ما باید تخصصی باشند و هر کدامشان بدانند و بفهمند که در پارلمان افغانستان، در وزارت خارجه افغانستان، در دیگر وزارتخانه چی مگذره.
حرف سیم ما که بسیار برازنده است، محبوبیت و صفا و صمیمیتش در بین کارمندا و در بین استودیو و خارج از استودیوی تلویزیون طلو بود. امو قسم صفا و صمیمیت که با آقایان داشت با بانوهام داشت، امو قسم که در جلسات خود میخواست با زیباترین کلمات با زیباترین جملات صحبت بکنه در برنامه های تلویزیون، عین صحبت در مابین جلسات خود داشت. این حرف است که دوستایش به من امروز یاد کردن و ما یک نشست داشتیم. ما آرزومند هستم که همچو عزیزار مثل آقای مجاهد کاکله ما باید در روزایی که زنده هستن قدرشان بدانیم و در روزایی که زنده هستن ارگانهای دولتی برشان باید احترام بکنن و اینا نماد هستن که برای ما آزادی بیانه، منافع ملی را، وحدت ملی را و امنیت ملی را با تار پود وجود خود برای ما ترسیم میکنه. همچو جورنالیست ها امروز در جامعه ما کم هستن، اما آرزو میکنم که جایگاه و نقش آقای کاکله هیچگاه هیچ وقت نباید فراموش بکنیم. کارایی را که در روزهای اول تلویزیون طلو آقای کاکل کرده، که استودیوی نشراتی تلویزیون طلو از تخته های بسیار عادی ساخته میشد و این آقای کاکل با شمار دیگه از دوستا بسیار تشکر. آقای میوان شما باشین، در خط باشین با ما، دوباره به شما برمیگردم. طلو نیوز ساختن، بله، که بنیانگذار و آغازگر تلویزیون طلو نیوز آقای کاکل بود. مهمترین چیزی که در آخر میتونم بگویم، وقتی که دوره انتخاب است آقای کاکل صحبت میکنه با رئیس جمهور، این یک تصویر نو است، این یک صحبت نو است که ما در گذشته در افغانستان همچون یک چیز نداشتیم. در اونجاست که میبینیم لباس آقای کاکل، جستش هم میبینیم، جملاتش هم میبینیم، محبتش هم میبینیم و میاری شدن زمان هم ببینیم به مو اندازه که زمان برای یک کاندید باید داده شود. آقای میوان شما باشین با ما، شما با ما در خط باشین، دوباره به شما برمیگردم. بله، انشالله دوباره برمیگردیم به شما. او درنو لیدونکو دغه شیبه په افغانستان کې د ازادۍ رادیو رئیس همی مهدی هم استودیو ته وصل شوی. مهدی صاحب، ښه راغلاست خپرونې ته. تاسې له ښاغلي کاکړ سره د مشترک کار تجربه لرئ، مهرباني وکړئ تاسې خپل د مشترک کار خاطرې شریکې کړئ موږ سره. مهرباني. با سلام خدمت شما و همه همکارانم در طلو نیوز و سلام خدمت مردم عزیز افغانستان. من در گذشته مجاهد کاکر یار و همسنگر و رفیق و همکار بسیار نزدیک خوب ما را به همگی تسلیت میگم، بخصوص به خانواده عزیزشان که در مسافرت به سر میبرن، اولادایش، کودکایش، به همه تسلیت میگم. همرقم که همکارای ما تا به حال در رابطه با شخصیت مجاهد کاکر صحبت میکردن، من میخواییم بگم که جز نیکی و خوبی چیز دیگری از کاکر سید عزیز ما بیاد نداریم. کاکر انسان بسیار مؤدب، بسیار متین، بسیار باوقار و بادانش بود. همیشه برخورد خیلی نیک داشت با همگی و من هم رابطه صمیمی و نزدیکی با کاکر سید داشتم. ما بین سالهای 2007 و 2009 ما با طلو کار میکردم در اون زمان و کاکر سید همکار بسیار نزدیک ما بودن. چیزهای فراوانه ما از مجاهد کاکر که سنن هم اندکی بزرگتر از ما بودن چیزهای زیاد آموختیم. من فکر میکنم که یک نسل از خبرنگارای افغانستان مقروض آقای کاکر هستند و برای همیش او در خاطره ما به عنوان یک رفیق خوب، یک انسان بسیار شریف و نیک و یک خبرنگار بسیار میاری باقی خواهد ماند. بله، مهدی صاحب، تاسو څومره وخت ورسره مشترک کار کړی و او څومره ځوانو ژورنالیستانو ته یو مسلکی او بی‌طرفه الگو و؟ ما 2 سال با کاکر سید از نزدیک کار کردم، از سال 2007 تا 2009. البته بعدا ما با جاهای دیگه هم کار میکردم، رابطه نزدیکی داشتیم. بله. با هم در جلسات اینا میدیدیم، تماس داشتیم. وقتی که شان به جرمنی رفتن و بیمار شدن چندین بار با هم صحبت کردیم و از وضعشان میپرسیدم. در مورد از این که به خبرنگاران جوان برخوردشان چطور بود و چقدر خبرنگارای جوان از او آموختن، ببینن آقای کاکر در زمانی که هنوز میدیا بسیار جوان بود، مثل که ما جوان بودیم، رسانه های افغانستان هم بسیار جوان بودن، تازه
شروع به کار مسلکی کرده بودند، اونا از خبرنگاری مسلکی صحبت میکردن، از پروفشنال ژورنالیسم صحبت میکردن که در اون زمان کمتر کسی امرایش آشنا بود با این مفاهیم. ما به عنوان یک خبرنگار و به عنوان یک گرداننده برنامه سیاسی بارها به همکارای ما هم مسلکایم گفتیم که برای من بهترین مصاحبه هایی که در افغانستان انجام میشد به نظر من کاکر سب انجام میداد، چون ما سوال هایش همیشه بسیار عمق می داشت و او عمق سوال هایش ناشی از داد بود و در ضمن احترام مهمان خود بسیار خوب نگه می داشت، برخورد خیلی عالی با مهمان خود می داشت و همچنان احترام مخاطب خود بسیار خوب نگه می داشت. به این خاطر برای ما مصاحبه های مجاهد کاکر به عنوان مصاحبه هایی بود که از او همیشه چیزی آدم میتونست بیاموزه. بله، یا خود پروگرامونو کربتوب شو دغه یو خبریال پتوګه برخورد لیدونکو سره د موضوع سره د گزارش سره په عین حال کې هغه یو مدیر و د تلو نیوز مشر پات شه او تاسو اوسته یو رسانه د ازادي رادیو مشر یاس په افغانستان کې، تاسو ته څومره بلګه د مدیریت په برخه کې؟ کاکر سبک مدیر خیلی خوب بود، همیشه در تلاش از این بود که از حق همکارش دفاع بکنه و در کنار کارمندان خود بیسته و برخورد پرتونتراک و آمرانه با همکارش نداشت هیچ وقت، چون طبیعتش به شکل بود که بسیار آدم نرم و آرام بود. به این خاطر شما از همکارش هیچ زمان نمیشنوین که یک خاطره منفی و بده از کاکر سب خدای نخواسته به جای مانده باشه. مدیر بسیار خوب بود، برای همگی فضا میداد، برای همگی اجازه کار میداد و انسان احساس دلتنگی در فضا بایشان نمیکرد. البته در هر محیط کاری تا و بالا و مسائل خرد و کوچک گاهی پیش میآید، شاید در رنجش یکی یا کسی دیگرش کوچک است. چیزی که باید میمانه همیست که اونا به عنوان یک مدیر خوب، یک مدیر خلاق، یک حامی همکارایش و یک رهنمای خوب به خاطره ها میمانه و رسانه های افغانستان در مجموع ژورنالیسم افغانستان من فکر میکنم که در ابد قرضدارشان میمانه. بسیار تشکر آقای مهدی، بسیار تشکر. سلامت باشید. درنو لیدونکو، ښاغلی میوند لاموږ سره په خپرونه کې شته زموږ د یوې بلې استودیو. مهرباني وکړئ میوند صاحب، تاسې د ښاغلي کاکړ پر ژوند غږېدلی، د هغه په مسلکي برخورد غږېدلی چې پروګرامونو کې یې کاوه، له میلمنو سره یې کاوه، همداشان په مدیریت یې وغږېدلی. خپله مطبوعات رسنۍ د ټولنې په عامه پوهاوي کې، د خلکو عامه پوهاوي کې، په د ټولنې په اصلاح او سمون کې ډېر زیات نقش لري. په دې کې د ښاغلي نقش، د ښاغلي کاکړ نقش څومره برجسته و ستاسو په نظر؟ ببینین عزیزم، ما مو حرف پیشتر خود میخوایم که پس دوباره تکرار بکنم. سه فکت اساسی امروز در ژورنالیسم کشور ما بسیار مهم است. امیدوار هستم که این حرفا را ژورنالیست های جوان ما در نظر داشته باشه که آقای کاکل در سالهای دور دور در نظر داشت. او بیان درست وحدت ملی است، امنیت ملی است و منافع ملی است که آقای کاکل این جوار اصلی را، این سه جوار اصلی را همیشه در برنامه‌هایش که من از لندن می‌دیدم باستاب بسیار خوب می‌داد. اما در آخر می‌خوایم بگویم یکی از شیوه‌های برجسته آقای کاکل که هیچگاه هیچ وقت نباید فراموش ژورنالیست‌های جدید شوه یا نو شوه یا تازه کار شوه، او زبان معیاری است. آقای کاکل به مو اندازه که به زبان پشتو مسلط بود، به زبان فارسی هم مسلط بود و زبان خارجی را میفهمید. اما وقتی که به زبان فارسی صحبت میکرد، هیچگاه کلمات از زبان ادبیات پشتو را داخل زبان فارسی نمی آورد. تاثیر اثر او سیف آقای میوان پشتو صحبت میکرد ابی رقم برت به تاثیر استون شد زبان در این فارسی صحبت میکرد یا پشتو، هیچ وقت کلمات انگلیسی را نمی آورد. یکی از برجستگی ها و یکی از ظرافت های آقای کاکل بود. امیدوار هستم که نبود آقای کاکل
از یک طرف برای ما درد است، رنج است، اندوست و نبودش هم است. انشاءالله بهتر از جورنالیستا و کارمندای تلویزیون طلوع احساس میکنیم که چند وقت پیش جام شهادت نوشیدن. بله. امروز در خانواده ما در گرد دسترخوان ژورنالیسم تلویزیون طلوع و تلویزیون‌های دیگر آقای کاکل اگر چی نیست اما دوستا و رهروایش وجود داره. برمیگردیم آقای میوان، دوباره برمیگردیم به شما. مشعل آقای کاکل بلند و بلند داشته باشند و جایگاه و نقش تلویزیون طلوع را و تشکر، بسیار تشکر، دوباره برمیگردیم ان شاء الله. امو قسم که سر کوی بله درنولیدونکو دغه شیبه د ملي امنیت پخانه سلاکار او د بهرنیو چارو پخانه وزیر ډاکټر رنگین داد فرسپانتا هم استودیو ته وصل شوی د خغل سپانتا غو څوک چې د خغلی مجاهد کاکر د سرطان ناروغي تشخیص شونو جرمنی ته دغه په لیک کې مهم نقش درلود. آقای سپانتا بسیار خوش آمدین به برنامه، بفرمایید شما عکس العمل شما را میشنویم در مورد در گذشت آقای مجاهد کاکر. نخست اجازه بدین که در گذشت ژورنالیست و روزنامه‌نگار توانای کشور ما و مهمتر از این شهروند عزیز که برای عدالت، آزادی بیان و همچنین ارزش دموکراسی، ارزشی که در این روزها و ماها نه در افغانستان کسی زیاد به دنبال از او میگرده و نه هم متحده متحدین به اسلام متحدین افغانستان در پیان هستند و در گذشت از او به خانواده محترم و کاکر و همچنین به خانواده رسانه های افغانستان و به شهروندان جمهوری اسلامی افغانستان تسلیت بگویم. آقای کاکر یک خبرنگار بسیار توانا، خبرنگار انتقادی در پی کشف حقیقت و اطلاع دهی به مردم افغانستان و همچنین ارتقای سطح آگاهی و مردم افغانستان بود. او از اخلاق والا و شایسته و همچنین از مسلکی و مسلکی ژورنالیسم برخوردار بود و همچنین عنوان یک شهروند دارای اخلاق والا و برجسته بود. او شهروند بود، نوابسته به این قوم و یا آن قوم. او به تمام معنا یک افغانستان دوست بود. بله. یک کسی که به این وطن افتخار داشت به جدن و در غم و اندوه شما خانواده رسانه های افغانستان شریک هستم و افزون بر او آقای کاکر یک دوست جوان ما بود. بله. خواهر اسپانتا، ولسواکی و دموکراسی په تمثیل که در مطبوعات نقش دیر مهم ده، په افغانستان که در خغلی کاکر نقش په دې برخه کې څومره برجسته و؟ او اگر نگویم که پیشاهنگ آزادی بیان و دموکراسی در سرزمین ما بود، ولی بدون شک یکی از پیشاهنگان آزادی بیان و دموکراسی در سرزمین ما بود. آشنایی ما با او در حوزه های گوناگون بود، چیز در زمانی که من وزیر خارجی سرزمین ما کشور ما بودم و چیز در زمانی که مشاور امنیت ملی در گفتگوها و مصاحبه‌های ویژه‌ای که با ما داشت، در عین زمانی که گوهر انتقادی که ذات یک ژورنالیست است او فراموش نمی‌کرد، ولی اخلاقیات ژورنالیستیک و احترام و حرمت‌گذاری به حریم انسان‌ها همیشه در نظر داشت. دوری که البته ما در حوزه‌های دیگه هم کاری می‌کردیم با یکدیگر، اما آشنایی بعدی ما دیدارهای ما در آلمان بود. بعد از اینکه از مدتی از حالت کما از شفاخانه بیرون شده بود و من امروز به کودکان خردسال کاکر فکر میکنم، به همسر آقای کاکر فکر میکنم که اینا رو من از نزدیک دیدم در خانه غریبانه کاکر در جهت مقابل شفاخانه دانشگاه آخن که باید هفته بعد از اینکه شفاخانه بیرون هم شده بود باید هفته بار به اونجای جهت ماهین مراجع. بله. دکتر صاحب، خاغلای کاکر متاسفانه پی یو نایلاج ناروغی مخته و لیوی نایلاج ناروغی کلونه وکرید. کسان ما یادونه وکرد چه در غب انتقال که جرمنی تا اساس نقش مهمو.
په د حکومتونو یا په مجموع کې د حکومت خبريالانو نورو سیاستوالو دغه په علاج کې درملنه کې د دوی نقش څومره مهم و پکې او څومره و؟ خب متاسفانه که به دلیل صحبت تلفنی صدای شما یک قسمت اخیر صدای شما پرسش شما قطع شد، ولی من بخش مهم سوال شما گرفتم. من فکر نمی کنم که حکومت ها و در زمینه تداوی آقای کاکر و یا خدمت با آقای کاکر کدام سهمی داشته بوده باشن، و در این موردی که من در این مورد چی کردم نمیخوام صحبت بکنم. به همه حال مشرمانده به قول شاعر دستان توهی خود هستم در برابر مرد بزرگ مطبوعات افغانستان، از نسل نوین افغانستان که ادامه دهنده راه بزرگان ژورنالیسم ما، از ترزی و انسانهای بسیاری که در گذشته در بیدادگاه های استبداد جان دادن و همچنین آنانی که در نتیجه عملات انتحاری جان دادن و کسان دیگی که کشته شدن، سر بریده شدن، او هم یکی از فعالان برجستی از این راه بود. ولی با تأسف میخواییم و با پاکیت میخواییم بگویم که حکومت ما، چی حکومت قبلی چی کنونی، هیچ کدام برمان حکومت در این زمینه کار انجام ندادن، و ما هم نمیخواییم که در این مورد زیاد تشکر دکتر سید. و هم حال شرمنده هستم که نتوانستم کاری انجام بودم. بسیار زیاد تشکر، لطف کردین دکتر سید. رنگین دادفرس پنتا مشاور پیشینی امنیتی ملی. خاله میوان به هم مکسرشته لیوی بلی استودیو خبرونه کې یو زیاده. خاله میوان تاسو کلونه خبریال پات شوی است، خبریالی مو کړی ده. څه داسې ځانګړي خاصیتونه و د ښاغلي کاکړ د مسلکي اړخ نه؟ بله، ما چیز دیگه را که در مورد آقای کاکل می خواهیم بگویم، بفرمایید. طرز لباس است، انتخاب رنگ است. متاسفانه تعداد زیاد ژورنالیست های ما وقتی که در پرده تلویزیون ظاهر میشن، در انتخاب رنگ و در انتخاب گپای دیگه که مربوط به گزارش یا خبرشان یا میز مدورشان میشه توجه جدی نمیکنن. آقای کاکل یکی از جمله کسایی بود که بسیار ظریف و بسیار زیبا و مچنگ رنگارا، انتخاب رنگارا در برنامه‌های خاص تلویزیونی او میخواست که امور جا به جا بکنه. یعنی هر برنامه تلویزیون انتخاب رنگ خود داشت، انتخاب نکتیایی خود داشت و انتخاب سر خود که شانه میکرد یا آرایش میکرد همیشه در نظر میگرفت. یکی از برای زندگی های یک ژورنالیست امروزه هست که توجه جدی بکنن، و خود ژورنالیزم آقای کاکل ملبس با اینمی شیوه بود، و این شیوهش بسیار برای نوآوری و ابتکار و ژورنالیزم جدید افغانستان و رسانه های جدید افغانستان که قدم های اول خوده برای ساختار آینده افغانستان میمونه، و بخصوص برای فرهنگ سازی افغانستان که افغانستان از جنگ و خشونت ببره به طرف ما بودن و به طرف فرهنگ سازی، و نقش فرهنگ و نقش هنر در از طریق رسانه ها و بخصوص از طریق تلویزیون ارجمند طلو و تلویزیون طلو نیوز این را میخواست برای بیننده خود پیشکش بکنه، و این میتونست و میتونه تا اکنون، تا هنوز که هنوز است، یک سرمشق خوب برای نسل جوان باشه، که ما باورمندی کامل دارم امروز نسل جوانه که در تلویزیون طلو و طلو نیوز قد بلند میکنن، همشان برازنده است، همشان زیبا است، همشان پسندیده است. اگر بانوهای ارجمند است، اگر آقایان است، کلش از آقای کاکل است، آقای شمال است، امیقسم آقای نجیب است و دوستای دیگه آقای لطف الله است، همشان کسایی هستند که دست به دست هم دادن و طلو رنگینی بیشتر میتن که جایگاه آقای کاکل در اینجا بسیار برازنده بوده. امو قسم در انتخاب وسایل تکنیکی کامرا، امو قسم در انتخاب افکتایی که ببینین یک برنامه تلویزیونی با برنامه تلویزیونی دیگه که مربوط به طلو نیوز میشه چقدر متفاوت است، حتی در نوعیت گزارش ها، حتی در نوعیت فیلم های مستند. اینا کلش زمان بوده که آقای کاکل در مدیریت خود
که از اید شروع کرده. یکی از برای زندگی های دیگه آقای کاکل امی بوده که مدیر بوده که از اید یک چیز ساخته. زیباترین و خلاقیت یک مدیر بخش رسانه و یا بخش های دیگه امیست که از اید یک چیز بساده. و آقای کاکل الجمند ما که جایش امروز خالیست کسی بود که تلویزیون طلو را و طلو نیوز از زمینه بسیار ابتدایی بزرگ و بزرگتر ساخت و امروز شما میبینید که تلویزیون طلو ماشاءالله که چقدر قوی و پرقدرت و توانمند. خاله من که زما گاور یا ورسته سوال کوم سه جایگاه و نقش تلویزیون طلو در آینده ها با می شوه که پیش میره پیش بره. درود به شما. بسیار تشکر آقای میوان، بسیار زیاد تشکر، لطف کردین سه، لطف کردین. درنلودون کو دغه شبه د اطلاعات او کلتور پخانه وزیر ډاکټر سید مختوم رهین استودیو ته وصل شوه تلیفون لري. ډاکټر صاحب بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه، بفرمایین تاثیر شما را میشنویم در مورد درگذشت آقای مجاهد کاکر. سلامت باشین. اولا تسلیت عرض میکنم خدمت شما و همه همکارانتان و بینندگان و شنوندگانتان. متاسفانه در شب و روزایی که بیماری کرونا سایه شوم خود بر سرزمین ما هم گسترانیده، خبر فقدان یکی از بهترین جوانان ما، خبرنگار وزیده و مسلکی و در عین حال که برخوردار بود از همه مزایای راه رسم ژورنالیسم و خبرنگاری، گذشته از اینا از نظر شخصی انسان فوق‌العاده مهذب با آزرم سخت کوش و مؤدب بود بدون تردید. چون من بیادم است و مرحوم کاکر با ما در تماس نزدیک بود در وزارت اطلاعات فرهنگ و اوائل کار تلویزیون بلو بود و تلویزیون های زیادی هم هنوز ظاهر نشده بود، تک میکنم یکی طلو بود و پیشتر از هم آینه که باز با تعقیبش بازاریانه آمد و بعد تلویزیون های دیگه. کاکر مرحوم از پیشروان کار در تلویزیون به صورت مسلکی بود و از فهمش و دانشش و تواضع و مدیریت رفیقانش من می دیدم که همه همکارایش برخوردار بودند. بله آقای وزیر، نقش آقای کاکر در رسانه های آزاد که ما کنون داریم جایگاه خاص خود داره، نقش آقای کاکر چقدر و چگونه برجسته است؟ ولی در شب و روزایی که هنوز ما تعداد زیادی از افراد وزیده نداشتیم در رسانه های ما، چون اولا رسانه های خصوصی تازه شروع به فعالیت کرده بودند و تنها تلویزیون ملی بود که سابقه داشت، بقیه همه نو بودند و کارهای مشکل در همون شب و روز بود، به خاطر که هر چیزی که شما آغاز میکنین در آغاز کار مشکلات زیاد میباشه و تا سر و سامان میتین تا همه امور تنظیم میکنن انرژی و توان و عقل و دانش و بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب، همه در کار است. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب، لطف کردین. و آقای کاکر خوشبختانه در تمام زمینه ها موفق بود، روح شاد و بسیار تشکر دکتر که در بهشت برین. بسیار زیاد تشکر، لطف کردین صاحب. بله بسیار تشکر صاحب. درندون کو دغه شی بعد خورشید تلویزیون رئیس عامل رفی صدیقی استودیو تاسو صدیقی سه میروانی او کی ستاسی عکس العمل مو خالص صدیقی خرغ لاست پرون ته میروانی او کی د خغلی کاکړ د مړین لکابل یا د وفات لکابل ستاسی عکس العمل مو صدای مرا دارین؟ بله میروانی او کی سه. سلام، وقت شما و بیننده‌های عزیز شما بخیر. در گذشت خبرنگار فرهیخته مرحوم کاکر صاحب که از اهالی دانش، حسن خلق و انصاف و فرهنگ در حوزه رسانه شهره بود، موجب ناراحتی و تالم فراوان است. زایه در گذشت مرحوم مجاهد کاکر به خانواده محترم آن مرحوم، به اصحاب فرهنگ و رسانه ها
زم تسلیت برای مرحوم بهشت ببین خان هستم و همین گونه شفای عاجل برای بسیار تشکر صدیق سی متاسفانه برنامه ما تمام شد. بسیار زیاد تشکر صدیق سی، لطف کردین که حضور یافتین در برنامه و پیامتون داشتین. درنودون کلا تاسیم دیر ازیت هم مننه. شما بخیر.